به رادیو راوی خوش آمدید. شکلگیری دره و ستونهایی از شن با قدمت بیش از 2 میلیون سال ما رو با یکی از شگفتی‌های جهان مواجه می‌کنه. دره ستارگان قشم از نظر زیبایی یک منطقه تمام عیار به حساب میاد. اما همین منطقه زیبای تمام عیار رمز و رازهایی داره که باعث میشه بازدید کننده هاش با ترس وارد این دره بشن. رادیو راوی. قشم یکی از جزایر بزرگ ایرانه که به سرزمین عجایب هفتگانه مشهور شده و یکی از این عجایب دره ستارگانه. این دره به دلیل زیبایی طبیعی منحصر به فردی که داره یکی از شناخته شده ترین جاذبه های طبیعی در سطح جهان به حساب میاد. شکل گیری دره ستارگان بدون دخالت انسان بوده و هنوز هم با یک بارندگی شدید تغییر شکل میده و بر جذابیت های اون اضافه میکنه. قدمت دره ستارگان بسیار حیرت آوره. این دره 2 میلیون سال عمر داره. زمین شناسان معتقدند که تمام اشکال این دره از دوران سنوزوئیک باقی موندن. این دره حیرت آور به عنوان بخشی از ژئوپارک قشم و آثار طبیعی در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده. بد نیست بدانید ژئوپارک قشم به دلیل آثار طبیعی فراوان و منحصر به فردی که داره به عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه شناخته میشه. بومیان این منطقه افسانه های زیادی رو درباره این دره نقل میکنن که شنیدن برخی از اونها ترسناک و برخی دیگر هم جذابه. اونها معتقدن برخورد یک ستاره یا شهاب سنگ از آسمان با این محل علت به وجود اومدن این دره است. میگن بعد از برخورد ستاره شکافی بزرگ در دل زمین ایجاد شد و تمام ماسه هایی که در اثر برخورد به سمت بالا در حرکت بودند در همان حالت به ستونهایی تبدیل شدند که هنوز هم وجود داره. به شکل صخره‌های این دره توجه کنید. بعضی از اونها انگار تصویری از ارواح و موجودات فرازمینیه. انگار اجنه‌ها به شکل صخره در اومدن. همین ها هم باعث شده تا دره ستارگان هنوز هم به عنوان مکانی رمز آلود شناخته بشه. برخی از مردم منطقه میگن که بعد از غروب آفتاب صداهایی از دره به گوش میرسه که مربوط به ارواحیه که اونجا زندگی میکنن و از حضور انسانها ناراحتن. این باور تا حدی برای مردم این منطقه جدیه که تحت هیچ شرایطی بعد از غروب آفتاب وارد این دره نمیشن و به گردشگرها هم پیشنهاد میکنن تا شبها به اونجا نرن. گروهی دیگه هم بر این باورند که فرازمینی ها باعث سقوط ستاره روی زمین شدند. به دنبال اون خاک و سنگ های برخواسته از زمین خشک و این دره و ستون های شنی رو ایجاد کرده. این دره به حدی شهرت پیدا کرده که فیلم اژدها وارد می شود اثر مانی حقیقی با محوریت باورهای مردم محلی قشم ساخته شده. بررسی های انجام شده توسط محققان این ادعاها را تایید نمی کند. اونها علت بروز این صداها را وزش باد در لابلای ستونها و دالانهای دره می دونند. اگر به دنیای ارواح اعتقادی ندارید و از این صداها نمی ترسید، بهتره که شب رو در این منطقه سپری کنید تا در کنار آرامش شگفت انگیز اون بتونید ستارگان را در آسمان با انگشتان خود بشمارید. تازه پس از غروب آفتاب شگفتی دره ستارگان آغاز میشه و شما منظره عجیبی از کهکشان رو خواهید دید. ستارگان به حدی به شما نزدیکن که احساس میکنید در یک دنیای دیگری هستید. نتایج بررسی های انجام شده توسط زمینشناسان نشون میده که آبهای سطحی، رگبارهای فصلی و تندبادها باعث فرسایش این ناحیه و به وجود آمدن دره ستارگان شده. قشم بارندگی های شدید زیادی نداره، اما هنگامی که این اتفاق بیفته دره ستارگان به دلیل سست بودن لایه های ستون ها، دیوار ها و مخروط های نکتیز دچار تغییرات جدی میشه و این تغییرات همیشه تونسته نظر گردشگرها رو به خودش جلب کنه. لایه های زیرین دیواره ها و ستون های دره ستارگان در مقایسه با لایه های نازک روی از استحکام کمتری برخورداره. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که لایه‌های رویی به دلیل وجود نوعی سیمان طبیعی
مقاومت بیشتری داره. در صورتی که لایه‌های رویی از بین بره، قطعاً لایه‌های زیرین به سرعت دچار فرسایش میشه و در نهایت شاهد تغییر شکل و ایجاد دره‌های کوچک و شکاف‌های گوناگون خواهیم بود.